روز دوشنبه 13 فروردین کنسولگری رژیم آخوندی در دمشق مورد حمله هوایی قرار گرفت و با خاک یکسان شد. روابط عمومی سپاه پاسداران خامنه ای اسامی هفت از سرکردگان و پاسداران به حلکت رسیده را منتشر کرد. از جمله پاسدار سرتیب محمد رضا زاهدی و پاسدار سرتیب هادی حاجی رحیمی از سرکردگان نیروی تروریستی قدس در سوریه پاستار سرتیب محمد رضا زاهدی در سال 1359 وارد سپاه پاسداران شد و در طول 43 سال گذشته در سمتهای مختلف از جمله فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران، فرمانده قرارگاه ضد سارالله، معاونت عملیات سپاه پاسداران قرار داشته و آخرین سمتش فرمانده نیروهای سپاه پاسداران در سوریه و لبنان بوده است. هنوز هیچ کشور یا طرفی مسئولیت این حمله را به عهده نگرفته است. در این خصوص حسین اکبری سفیر رژیم آخوندی در سوریه در مورد این حمله گفت همطوری که در اخبار هم منتشر شد رژیم سهیونیستی با هواپیمای اف سی از بالای منطقه جولان اشغالی با شش موشک ساختمان رزیدانس یا منزل سفیر و کنسولگری ما رو هدف قرار داد و یک ساختمان پنج طبقه رو فرو ریخت شورای امنیت ملی رژیم هم جلسه برای بررسی این حمله و کشته شدن پاسدار زاهدی با حضور رئیسی برگزار کرد وزارت خارجه رژیم هم اعلام کرد که پیام مهمی به آمریکا ارسال کرده است والستری جورنال در این زمینه با عنوان رژیم ایران در سوریه بهایی میپردازد نوشت زاهدی به عنوان فرمانده منطقه سپاه قدس در جنگ رژیم ایران با اسرائیل بود او رئیس حزب الله بود نماینده ای رژیم ایران که بیش از 3500 راکت را بدون هیچ دلیلی به شمال اسرائیل شلیک کرده است و به رژیم اسد نیز دستور میداد زاهدی همچنین مسئول انتقال تسلیحات ایران به حزب الله بود و گمان میرفت که روزانه با رهبر آن حسن نصرالله در تماس بود اما باساب خبره حلاکت سرکردگان سپاه در دمشق که دست در خون مردم سوریه داشتند در میان مردم این کشور جشن و شادمانی بود